درود فراوان به رفیقای گلم، دوستان عزیز. امروز که اومدیم کاخ گلستان، دقیقاً 100مین ویدیومه. تقریبا میشه گفت هر روز براتون ویدیو گذاشتم، کنارتون بودم و هستم. جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که این مدت منو همراهی کردن با نظراتشون، با پیشنهاداتشون، حتی با انتقاداتشون، باعث شدن من کارم پیشرفت بکنه. ممنونم. صادقانه بگم دوستانی که من تو این مدت همیشه همراهی کردن، اگه تا الان منو سابسکرایب نکردن حتما این کارو بکنن. خیلی کمک میکنه به من، خیلی باعث انگیزه بیشتری تو من میشه. امیدوارم که تونسته باشم تا الان تهرانمون و حالا بعد شهرهای اطرافم بهتون به نمایش بذارم. خب بریم کاخ گلستان. کاخ گلستان ما میتونیم بگیم قدمتش برمیگرده به 420 سال پیش، از دوره صفویه، قاجار و همه این دورات رو میگذرونه. یه آرامش خیلی خوبی داره اینجا، میتونم بهتون بگم وصف نشدنیه. این باب، این حس و حال، این همه اینا واقعا از دید من معرکه است. حالا فعلا بخش بخش میریم جلوشو بستن. حالا نمیدونم برای چی، برای بازسازی یا هر چیزی. هر جایی که میریم به قول معروف حس و حالشو میگیریم و اگه تاریخی داره و تاریخچه‌ای داره، حالا من یا میخونم براتون یا چیزایی که تو ذهنم هست براتون توضیح میدم. از این نقش‌نگارای خیلی زیبا بگم بهتون که روی کاخ هست، روی دیوارا هست. واقعا هنر و معماری ما رو واقعا خوب نشون داده. بریم به سمت تخت مرمر، بریم ببینیم داخلش چه شکلیه. حالا من یه نمایی از خود باغم بهتون نشون بدم، لذت ببرید از این صدای آب و آرامشی که اینجا وجود داره. یه تایمی اومدم اینجا که هیچکی نباشه، خودم و خودتون. البته هستن این دوست عزیزمون که عکاسی میکنم. خب بریم داخل تخت مرمر. اینجا ایوان تخت مرمره. ببینید چقدر معماریش قشنگه، همش با سنگ مرمره. حالا تاریخشو براتون میگم. کامل سقف شیشه و آینه و اینجور چیزاست، خیلی زیباه. من خودم الان مبهوت این تماشا. صدای این پرنده ها که بیرون میاد، شما حساب بکنید روی این تخت نشستی، اون حوز جلوت، اون فضا، حالا اون دوران که اینجا همش باز بوده. واقعا این ایوان تخت مرمرش حس و حال خیلی خوبی داشته. این نقش و نگارا رو حالا من سعی میکنم بهتون نشون بدم. تمام اینا واقعا معرکه است. به دوران کریم خان زن برمیگرده، سال 1139. یه جایگاهی بوده واسه پادشاهان. واقعا نقش و نگارا رو نگاه کنید، لذت ببرید. اینا از معادن شیراز اومده ها، همه مرمرا. واقعا این همه هنر اصلا قابل قیاس نیست. چقدر قشنگه. این ستون رو نگاه کنید، حالا پشتش هم نور شدید آفتابه، ولی ببینید چقدر قشنگه، کاملا از مرمره.
این سقفه چه خبره؟ تر روی درها رو نگاه کنید چقدر قشنگه. و این دیوارها رو واقعا آدم لذت میبره. اینجا تخت مرمر بود و بیایم اینجا این نقش و نگاره ها رو نگاه کنیم. از اون بالا بیشتر سکوت میکنم که از این معماری این هنر لذت ببرید. اگر تکون نمیخورم یه فضای شیشه‌ای جلومه که بیشتر از این اجازه ندارم، یعنی جلوتر برم بهتون نشون بدم که ببینید اینجا یه فضای تعیین کردن که جلوتر از این نمیشه رفت. خب بریم اون سمتش هم سر بزنیم و در ادامه با من باشید. به کلی حس حال عجیب غریب اینجاست. خب این تخت مرمر رو که رفتیم بریم به سمت بخش اصلی کاخ و بادگیر فعلا، بعد در ادامه باز بهتون میگم که کجا. همه جای اینجا رو میریم میچرخیم. اینو سعی کردم این ویدیو رو براتون به صورت ویژه حس و حال معماری ایرانی و یکی از بزرگترین آثاری که به جا مونده از دید من، کاخ گلستان. این ویدیو فکر میکنم خیلی طولانی بشه، امیدوارم که سرگرم کننده باشه براتون. سعی کردم تمام بناها رو براتون توضیح بدم. هر موقع که حس و حالش رو داشتید بشینید و نگاه کنید و لذت ببرید. اینجا میدونم که اونس هم موزه مردم شناسی شه. حالا قدیم یادم اونجا یه موزه مردم شناسی شه، حتما میریم. با من باشید ببینید اینجا تو دل مرکز تهران الان چه چیزی وجود داره. این نقش و نگارا رو نگاه کنید، این معماری ها رو نگاه کنید، واقعا زیبا نیستن؟ چقدر این صدا خوبه، صدای پرنده ها. خب اینجا چی بوده؟ بریم داخلش ببینیم داستانش چیه. اینجا فکر کنم مقبره است اگه اشتباه نکنم. شما ببینید اینجا مقبره بود. دیواره ها رو
میکنم زنان قاجار بودن. اینجا هم یه حوض بوده، حالا فعلا که هیچی نیست. بذار بخونیم براتون ببینم اینجا چی بوده. اینجا خلوت کریم خانی و جلو خان بوده. سنگ ناصرالدین شاه قاجار هم اینجاست، این دقیقا همون سنگ. این تختی هم بوده که تو تابستون برای گذر وقتشون ازش استفاده میکردن، به تخت از جنس مرمر. خب بریم ببینیم دیگه چیا میبینیم. خب بریم ببینیم دیگه چیا هست. آره اینجا اینجا نگارخانه است. میریم داخلش. واقعا زیباست. بریم داخل حالا بخش اصلی کاخ، مثل موزه نگارخانه، موزه مخصوص، کاخ اصلی و تالار. خب اومدیم نگارخانه مخصوص نقاشی های امروزی ایشون، شاهزاده قاجاری، نقاش باشی شیرازی اول دوره قاجار. ایشون هم بازی شاهزاده قاجاری با لباس اروپاییه. این میرزا بابای نقاش باشیه دیگه، اینشون شاهزاده نیست، شاهزاده نیست. اینجا شکارگاه شاه اسماعیل صفویه. ایشونم شاهزاده قاجاریه. همه این اثرات نقاش باشی شیرازیه، نقاش عهد زندیه و اوایل دوره قاجار. چه پیانو قشنگ و خوشگلیه، واقعا لذت بردم. خب ایشونم شاهزاده قاجاریه، همه شاهزاده های قاجاری هم. ایشون فتح علی شاه دومه. ایشون اثر احمد دوره قاجار. خب باز عباس میرزا، حسین علی میرزا، پسر دوم فتح علی شاه. ایشون هم محمد شاه سوم پادشاه قاجار، پسر عباس میرزا. ایشون هم که میرزا یوسف مصطفی الممالک، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار. اثر قفار کاشان. ایشون ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه قاجار. ایشون میرزا محمد تقی خان فراهانی که معروف ترین شخصیت میشه گفت ایرانی، صدر اعظم ناصرالدین شاه کی بود؟ امیر کبیر. ایشون هم که فکر میکنم آثار الله قاجاری است. و باز یه پیانو زیبای دیگه هم اینجا هست. چه نقاشی قشنگه. ایشون میرزا حسین خان مشیر الدوله، سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه. اینجا هم اندرونی ناصرالدین شاه، اینجا حیات امارت اندرونی. بریم ببینیم بخشای دیگه چه. اینجا نگارخانه. خب این بخش هم که اومدیم اینجا گفت اشیای قدیمیه. این که منقل پایداره، چه خوشگله، تلسکوپ و
لوازم و اون کمد ساعتی و باز یه منقلم اینجاست، پر از این اشیای خوشگل، ذره‌بین، اینا فکر کنم تلسکوپه، این دوربینای دستیه، خیلی هم عالی. خب پر از این دوربینای اهدایی، همه‌شون مال یه شرکت و برندهای مختلف انگلیسی، فرانسوی و عصای خوشگل. اینا همه از آج. گلستان رو سیستم خیلی خوشگل. خب اینجا هم که میبینید اسم این اشیاء سینیه، همه نقره و طلا. قاشق و چنگال و کارد و انبر و خیلی قشنگه. سماور و سریرسه نقره، نه اکثرا ساخت کشور روسیه است همه اینایی که اینجا دیدید. اینا هم با سریرسه نقره است، مثل میوه خوری و همه چیز اینجوری. فکر کنم این وسط چطوری مربوط به سلطنتیه، یعنی از اون بر تاج رو دارم میبینم، شما هم احتمالا الان میبینید. این هم که سیلندر پای داره، همون چای نامه هست. این هم تاج محمد خان قاجار. اگه آروم حرف میتردم چون که سکوت زیاده. نام زنگ رومیزیه، جعبه فلزیه، زنگ رومیزیه، لوازم تحریر، جعبه فلزی، باز لوازم تحریر، نام با ست لوازم تحریر، خیلی هم زیبا. بیان ببینیم دوباره اینجا، اینجا پر از عصاه که سر هر کدومشون یه چیزه. نگاه کنید، گرگ، کرکس، عقاب، فلزی، چکشی، آج. این برم باز شمشیر، قمه، کارد. اینجا یه کاپه که هدیه دادن به شاهان قاجار از طرف فرانسه، خیلی خوشگله. اینجا هم تفنگ و تپانچه و کلت و اینجور چیز هست. این سمت هم که میبینید تیر کمان و شمشیر و حتی سپر هم هست، خیلی جالبه، خیلی هم قشنگ. اینجا هم که پر از نشانه، نشانه ها رو فهم کنم دولت فرانسه به شاهان قاجار دادن. باز همون ریتم داریم، نیزه و سرنیزه و گرز و سپر و اینا. مدال هاییه که از تصاویر انجیل روش نقش بسته. عزیزم گفتم نمیشه، خب
خب اینجا هم که خنجر و اینجور چیز هست. سعی میکنم که فیلم های خوبی براتون تهیه کنم. اینجا هم که پر از شمشیر و این شده اهدایی به شاهان قاجاره. من باز یک کاپ دیگه است که کپی همونی که بهتون نشون دادم. اینجا هم که باز خنجر و کارد بستیه، عصایی که با آج تزیین شده. بریم اون سمت ببینیم چه خبره. ساعت و اقسام ساعت رومیزی اکثرا هم ساخت اروپاست با مهره و چیزای نظامی. باید یک کاپ دیگه توسط فرانسه هدیه داده شده. اینجور ظروف ها صندوقچه با طرح خیلی خوشگل ها. جوای منبت کاری شدن، خیلی آثار قشنگه. حتی این شبیه شطرنج بود. این چیه؟ بده ببینیم. خیلی خوشگله، همه چی توش هست. این فیلم کنم جعبه ترازو به قول تزیینات منیاتوری و اینجور چیز هاست. خیلی جالبه جعبشه، چقدر قشنگه. واقعا خوشگله. نام که فکر میکنم صدف باشم که باهاشون تزیینشون کردم. لاک حلزونیه، چه خوشگل بود. واقعا زیباست. امیدوارم که تا الان لذت برده باشید. اینجا هم که ماشین های تحریر و قیچی ها چقدر خوشگله. نام که با وسایله که با آج درست شده، شمشیر. این همه ساخت اروپاست. جا کبریتی. خب داریم میریم سمت کاخ اصلی. چقدر قشنگه. Thank you.
تالار آینه است. چقدر قشنگه. خب حالا از این سمت هم ببینیمش. جلوتر نمیشه رفت، یعنی بستن. حالا تالار آینه است. اینجا تالار سلامه، پر از آثار مختلفه ها. این کاشی ها رو نگاه کنید، این زیر واقعا قشنگه. پر از لوازم زیبا، یعنی خیلی قشنگه. جاتون خالیه. از نزدیک دیدن هم یه حس دیگه ای داره. حالا سعی کردم اونجوری که خودم ببینم شما هم ببینید. اینجا رو شیشه گذاشتن، این جلوتر از این نمیشه رفت، وگرنه حتما براتون میگرفتم. ببینید چقدر زیباه. لوستر رو نگاه کنید از کجا آویزونه. اونم که تخت طاووسه، البته ماکتش. واقعا این کاشیکاری، این حجم از هنر بی نظیره. و این فرشی که این وسطه فکر میکنم حس و حال قشنگی داره. چه ساعت قدیمی قشنگی. یا همون سفرخانه پر از تابلوهای فرش خیلی نفیس چشم منو گرفت. هم اولش چقدر قشنگه. چقدر قشنگه اینجا، این ستونا، این مبلمان، این فرش. این آجا هم چه خوشگله. Oh.
عاشق معماری قشنگی داره اینجا. اینجا تالار آینه است، این بر تالار سلامه و این سمت هم تالار آج و همون سفره خانه است. میبینی چقدر زیباست. خب اینم یه شهاب سنگه که زمان ناصرالدین شاه قاجار سمت اشتهارد خورده زمین. خب اینجا هم که میبینید ظروف اهدایی پادشاهان مختلف به خاندان قاجار بوده، مثل فرانسه یا شرکت های خیلی معروف. حالا بریم ببینیم که دیگه چیا میبینیم. خب نگاه میکنیم و لذت میبریم. ساعت خب اینو الکساندر اول به فتح علی شاه قاجار هدیه داده، چقدر قشنگه. این ظروف هم نگاه کنید واقعا بکنم فرانسوی، شبیه ناپلون بوناپارت عکسایی که توشه. بله ناپلون، یه جورایی میشه گفت فتوحات ناپلئون رو تصویر کشیده تو این ظروف. هدیه دولت فرانسه بوده. خب این چی؟ نقشه‌نگارای انگلیسی. این سرویس چینی هدیه انگلیس بوده، تصاویر ملکه ویکتوریا و آلبرت توشه. خیلی هم زیبا، واقعا قشنگن ها. خب یکی چیه؟ اهدایی به دربار قاجار فرانسه. من جلوتر نمیتونم برم که چون یه جورایی جلوم بسته است دیگه، خودتون میبینید تو تصویر. واقعا ظروف یکی قشنگتر. حالا که سعی میکنم بیشتر به تصویر بکشم ظروف و حالا بتونم هم اهدایشو میگم. اینم باز از کارخانجات فرانسه است و هدیه داده شده به قاجار. اینم باز انگلیسه، چقدر خوشگلن. ولی لوازم تحریر سنگ مالاشیته، ساخت روسیه. سرویس چایخوری ساخته روسیه. گلدان های چینی. این هم ساخته فرانسه بود. سرویس چایخوری. خب سرویس چایخوری
ساخت فرانسه. اگه دقت کرده باشید همه آثار که اهدا شده به شاه قاجار فرانسه و انگلیس و روسیه بوده. اینجا هم که باز حالا ظرف کریستال و بشقاب و اینجور چیز هست، واقعا گنجینه یه برای خودش، خیلی هم قشنگ و زیبا. خب ظروف چینی با نوشته فتح علی شاه، ساخت انگلیس. با سرویس چایخوری از چین بود. این هم از دولت چینه، چین هم پس بوده اون زمان. این هم سرویس چینی از فرانسه. واقعا زیباست. خب بریم ببینیم بخش دیگه چه خبره. بریم سر بزنیم به کاخ برلیان یا همون برلیان. امیدوارم تا الان لذت برده باشید. خب همونطور که میبینید ظروف چینی، روسیه، فرانسه، بار از ظروف های چینی و مجسمه و اینجور چیز هاست که دولت های مختلف هدیه دادن. خب اینجا کاخ برلیان یا برلیان واقعا زیباست. چه درخت زیبایی، واقعا چه حالی میکردن اون دورانا، چه باغ زیباییه. بریم داخل حوضخانه ببینیم چه خبره. خب اومدیم داخل حوضخانه. از آثار زیباست نیکولای دوم.
آخرین امپراتور روسیه بود. این چقدر زیباست. پیانو دو طرفه، اولین بار خودم میبینم پیانوی که دو طرف بشه زد. خیلی زیباست. خب مجسمه پر از تندیس مجسمه است. زن عثمانی، اینم زن عثمانی، اینم باز نیکولاویچ. الکساندر دوم، آخر امپراتور روسیه. اینم چقدر عکسش اینجا زیاده. جگوار در حال دریدن بدن خرگوش. فرانسیس النا، سومین پادشاه ایتالیا، همسر سومین پادشاه ایتالیا، ایشون هم پادشاه ایتالیا. قشنگیه. یه جوری تاریخ اروپا رو داره نشون میده از دید من. قشنگ بود، لذت بردم. بریم حالا بنای دیگر هم ببینیم. واقعا این بخش از کاخ با این درخت ها و این چیدمان زدنشون خیلی قشنگه، یعنی واقعا لذت میبرید. یعنی اگه میشد واردش شد، واقعا واردش میشدم. داخلش رو نگاه کنید چقدر زیباست. واقعا عالیه. واقعا حس حال خوبی داره اینجا. چقدر خوبه.
قرار زیبا پر از نقش و نگارهای مختلف. میریم سمت بادگیر. امیدوارم از این ویدیویی که دارم میگیرم لذت برده باشید. تا اینجا میدونم خیلی طولانی شده، سعی کردم که کل کاخ گلستان رو بهتون نشون بدم. ممنونم که کنارمید، ممنونم که همه جوره حمایتم میکنید. واقعا فضای خیلی بکر و قشنگی داره، یعنی اصلا حسی که به آدم میده یه چیز دیگه است. قدم زدن تو محیطش برای آدم حس خوب ایجاد میکنه. واقعا این کاشیکاری ها رو نگاه کنید چقدر قشنگه. اینجا شمس الاماره است. حالا بریم ببینیم چه خبره. ورودیش که اینجا نیست، اینجا خروجشه. بریم داخلش ببینیم که حس حالش چه شکلیه. خب اینجا ورودیشه، بریم داخل. خب یه ویو خیلی عالی داره به بیرون باغ. اومدیم داخل شمس الاماره، ببینیم که حس حالش چجوریه. خب اینجا نقاشی قدیمشه همونطور که میبینید. واقعا تزیینات معرکه است. واقعا سقف دیدید چه حس و حال خوبی داره. یه تعداد از عکسای تاریخی شمس الاماره است که زدن اینجا. وارد اینجا شدیم. اینجا نمیدونم اسمش چیه ولی خیلی زیباست. بالا اینجوری شبکه شبکه است. نگاه کنی پنجره خیلی خوشگل اون بالا. واقعا چه معماری قشنگی داشته. سقفش هم که کامل آینه است. تالار آینه است؟ نمیدونم والله، واقعا نمیدونم. چیزی هم ننوشتی که براتون بخونم. عجیبه برام که چی نیست اینجا برای خوندن. با این پنجرهای زیبا ببینید، این قشنگ یک متر جلوش حالت تاخچه داره. خیلی قشنگه ها. و این در اصلی میخوره به یه حالت ایوان. جلوشو بسته بودن اگه یادتون باشه، میخوره به یه ایوان. طبعا جلو نشین بود و میشستن و از فضا استفاده میکردن. خب این یه چی داره؟ چقدر قشنگه. فکر کن چه ویوی داشته اینجا.
حالا این اتاق همه دراش بسته است، یه نقش و نگار خیلی قشنگ رو سقفه، نگاه کنید انگار یه فرشه، دقیقا نقش و نگار فرشامون هست، فرش ایرانی با زاویه مختلف، واقعا زیباست. این پنجره زیبا کنم شومینه بوده، این خیلی قشنگ بود. طبقات بالاش بکنم بستن، نمیتونیم بریم واسه شمس العماره، این یکی از بلندترین مرتفع ترین ساختمون های اینجاست. خب همونطور که میبینید پر از عکس های قدیمی از اینجا، این پنجره ها بسته شده جلوش و یه شونه خیلی زیبای قدیمی هنوز هم هست. نام دست نوشته ها و چیزه که اینجا رد و بدل میشد، قول نامه اونجا شده. اینجا عکاس خانه است. خب اینجا هم که میریم سمت عکاس خانه، بعدش هم که عمارت بادگیر این بالاست. اول عکاس خانه رو میریم ببینیم چه خبر. خب چه دالان در دالانیه قشنگ، میبینید خیلی تاریکه بود. عکسای قدیمی، هیزم شکن، عکس هیزم شکن، عکاس جلیل الدوله امیر قاجار، نمایی از شوشتر خوزستان. خب اینجا بلال فروش، تخت جمشید، کوروش کبیر، بازم تخت جمشید، پل تخت فولاد یا همون پل خاجو، مسجد شاه، سمنان. اینجا هم دورنمای شهر قومه. باز حالا بریم این سمتش رو نگاه کنیم، سیاه کرد چند تن از بانوان حرم ناصرالدین شاه. خب از راست و چپ فرنگی، عایشه، نوشافرین، تارچی، همسران ناصرالدین شاه. بازم همسران ناصرالدین شاه. این علی آتیس الدوله در سنین جوانی، آب یه در خیلی چوبی قشنگی داره این ورودی ها بادگیر، بریم توشونیم چه خبر. خب اینجا عمارت بادگیره، یکی از قدیمی ترینه واسه زمان
فتحعلی شاه دومه، جز بنای قدیمی کاخ گلستانه، شاهنشینه، چهار تا هم بادگیر داره. چقدر قشنگه این تخت و این ستونه اطراف. نقش و نگارها رو نگاه کنید. به به، چقدر زیباست. من که دارم کیف میکنم. این نقش و نگارهای سخت رو نگاه کنید. واقعا همیشه نگاه یه فرش پنگ کردن رو سقف. خیلی زیباست. اینجا هم که همون شاه نشینه. نقش و نگاره این سقف شاه نشین رو نگاه کنید. حس حال خوبی داره اینجا. جاتون خالیه. نه کارشون همینه. نقش و نگارهای روی این سقف رو نگاه کنید. جام شاه نشینه. واقعا زیباست. حس حال خوبش رو بگیریم. یکی یکی داخل همشون میشیم و بهتون حتما توضیح میدم. خب یه مسیر پیاده‌روی خیلی زیباه. کاشی ها یکی در میونه، خیلی باحال، حس جالبی داره، شطرنجیه. و یه حوضی هم توی مرکزیتش قرار داره. آخرای پاییزه، داریم وارد زمستون میشیم. حس پاییزی دیگه داره تموم میشه. میخوام یه قدم بزنیم با حس پاییزی. الان بریم ببینیم چی در انتظارمونه. یه مسیر خیلی زیبای پاییزی. اروپل رد شدیم. قدم زنان از اینجا رد میشه.
اینا رو بستن که سرما نخورن تو زمستون این کاج عزیزا. من که خودم مثل شما خیلی لذت دارم میبرم، حالا نمیدونم شما، میگم مثل شما ولی خودم که خیلی لذت بردم. نه تو همین مسیر باغ قدم زدن خودش یه حس دیگه ای به آدم میده. خب اینجا هم عمارت الماسه. بریم بریم داخلش خبر. خب اینجا جای ملاقات با خواص بوده، یعنی پادشاه ها می اومدن ملاقات میکردن با حالا وزیر وزرا. خیلی هم زیبا توی این راه را اینا جای خدمه بوده که میمده. من یه غلام گردش داشته حالا هم اون سمت هست هم این سمت میومدن و صحبت میکردن. چقدر قشنگ این تندیس ناصرالدین شاه. مظفرالدین شاه عباس میرزا پسر فتح علی شاه. بازم تکرار کنم اینجا عمارت الماس. بالا ببینید چه باحاله. فکر میکنم شاه اون بالا میشسته و خواص میمدن از این پایین صحبت میکردن. فکر میکنم اینجوری بوده چون هر دو سو یه غلام گردش داشته، یعنی پلایی که میخورده میرفتن بالا، از سمت راست پادشاه میرفته از سمت دیگر خدمه برای خدمت کردن. واقعا چه اصول و قواعدی داشتن، خیلی قشنگ و زیبا. که موزه مردم شناسی شه. واقعا دارم از این هوا، از این حس، از این جاتون خالی. اینجا بارون زده برای همین هوا خیلی تمیزه، پرنده ها میخونن، حس و حال خوب، خیلی قشنگ. کاش اینجا بودید خودتون نزدیک حسش میکردید. تمام تلاشم برای اینه که بتونم زیبایی اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینید این حوض خالی از آبه ولی اگه بود ببینید چقدر قشنگ میشه.
چی نیشین دنیا یا چی بیشتر دارم سعی کردم یه جورایی همه چیز اینجا رو بهتون نشون بدم. بریم به سمت موزه مردم شناسی. فکر کنم آخرین قسمت کاخ باشه که ببینیم. چقدر قشنگ این معماری، چقدر زیباست. بریم وارد موزه مردم شناسی شیم. اینجا موزه مردم شناسیه. بریم ببینیم که چه خبره و چه جوریه. اینجا داره یه جوری یه بخش از زندگی اقوامو نشون میده. پشتی گهواره گمان جدال لرستانی شبیه منقله، حالا یعنی فکر کنم نخ ریس میکنه و داره آسیاب آرده. اون پشتش هم که لوازم پخت و پز. واقعا حس حال عجیبی میده به آدم با اقوام مختلف آشنا بشیم. اینجا هم که ظروفه، حالا چیزی ننوشته در موردش. این سمت هم که کیف و طبابت و منبتکاری و جای قرآن و خب این که رو زمینه بستکه، این که رو به روی شولا. اسم این چند تست به مستقی هست چی تو چند تد داری؟ خب اینجا هم با اقسام ظروف شیشه‌ای خیلی هم زیبا، قفل و هم با اقسام قفل هست، مهر جلدسازی خیلی هم زیبا. دیگه چارکاره، هاون سنگی و مجسمه های سنگی و آفتاب لگن. این هم که آفتاب است. بریم ببینیم دیگه چی میبینیم. اینجا شمدان و انواع پیسوزه. این هم پیسوز هم که واسه روشنایی و اینجور چیزا چربی سوزه. چربی میسوزونه ازش روشنایی میگرفتن. قطزن و وسایل خوشنویسی. خب اینجا انواع اقسام عصا و تبر و گرز و کلا. مرد بلوچ Thank you.
خب اون لباس کرد کلهار روستای ابیانه، لباس کرمانشاه، خروب یابانک، نمیدونم کجا میشه، میشه اسلامه مرکزی کرد، لباس کردی، کردستان، لباس قوچان، ساغری، مدل‌های مختلف، ایشونم هرمزگان، اندرونی زنان قاجار، پوشش بیرونی زنان قاجار، یعنی بیرون از خونه این شکلی بودن و داخل خونه این شکلی. این هم که لباس زرتشتیان عزیز، باز در استان فارس، لباس محلی معاصر شهر نوراباد ممسنی. اینجا حالا شغلا و اقوام مختلف، اولیه که شروع میکنم به ترتیب دیگه اسمشو میگم براتون: مرد سیرابی فروش، مرد قصاب، معمار تهران، ملای مکتب، تاجر یزدی، مرد یزدی، عروس تهرانی دوره قاجار، پیرزن قومی، زن بلوچ، مرد بلوچ، مرد ترکمن، زن کرد اورامانات، مرد قوچانی، مرد سنندج کردستان، زن کلهور، مرد لور، مرد قاجار، بایه گیلان، زن مازندرانی، مرد کوهپایه مازندران، مرد ابیانه کاشان، زن ترکمن گرگان، مرد آذری، زن ابیانه کاشان، زن ایلسون، مرد ترکمن گرگان. خب ببینیم دیگه چی میبینیم تو این موزه مردم شناسی. به به، زره و وسایل جنگ افزار، گرز و شیپور و کلاخود و همه چی هست. این سمت همچون که میبینید تفنگ و تپانچه و هزار تا وسایل جنگی دیگه. قمقمه آب، زین اسب، رزین اسب. خب اینجا هم که دیگه مذهبیه دیگه، یه جورایی میشه گفت. یه چیزه جالب اینجا هست، حالا این مجسمه ها، اینا سرهای شهیدان کربلا، این ماسک سر دیو، باز ماسکای سر دیو دیگه.
امیدوارم از این تور طولانی لذت برده باشید، از صدومین ویدیوی من لذت برده باشید. امیدوارم هر کجا هستید شاد و پر انرژی باشید، همه جوره کنارتونم. ممنون از همتون به خاطر حمایت‌های خوبتون. تا درودی دیگر، بدرود.